خبر فوری. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل دیلی برز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. و نقل از صفحه رسمی خامه پرس، خبر فوری. لحظات پیش صدای انفجار محب از میدان هوایی کابل شنیده شده است. در حال حاضر هزاران تن در اطراف میدان هوایی کابل هستند و برای خروج از افغانستان تلاش می کنند. در همین حال اصابت گلوله به طیاره ایتالیایی هنگام پرواز از میدان هوایی کابل. طیاره ایتالیایی که در خروج شهروندان افغانستان کمک می کرد، هنگام پرواز مورد اصابت گلوله قرار گرفت. با گزارش اسپوتنیک، یک طیاره نیروهای هوایی ایتالیایی لحظات پیش مورد اصابت گلوله قرار گرفت که گفته می شود از کالیبر بزرگ مسلسل شلیک شده است. حملات راکتی هنگامی رخ داده است که طیاره به پرواز آمده است. طبق گزارشات حمله از بیرون فرودگاه انجام شده است. در عین حال گفته شده است که این هواپیما در پایگاه هوایی در کویت نشست کرده است. در همین حال رزاق مامون در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: احمد مسعود، برای تمام افغانستان استادیم. در گفتگو با بی بی سی احمد مسعود گفت در پنشیر ادویات نظامی و تجربه نظامی کافی برای دفاع موجود است، اما تاکید کرد که صرفاً برای دفاع از جغرافیای پنشیر نمی جنگیم، بلکه برای تمامیت ارضی و ارزش‌های اسلامی و ملی در جغرافیایی به نام پنشیر می جنگیم. او افزود که تمام افغانستان به خاطر ارزش‌هایشان در کنار همدیگر خواهند استاد. آقای مسعود گفت با تمام تلاش در پیان هست که دولتی در افغانستان سر کار بیاید که همه با خود و همه با دنیای بیرون در صلح باشد و به انزوا نرود. کوشش ما این است که به تحریک طالبان این را برسانیم که با یک دیگر اندیشی نظامی بسازیم که برای جامعه جهانی و منطقه و مردم افغانستان باشد. او هشدار داد که هنوز فرصت هست که از یک بحران بزرگ جلوگیری شود. احمد مسعود افزود که به وضوع به نماینده طالبان گفته است که حرفی که ما میزنیم به نفع تحریک طالبان نیز هست. او گفت طالبان از آنها خواست که به این گروه بپیوندد که با گفته آقای مسعود این امر مشکلی را حل نمی کند. احمد مسعود گفت برای خودش جایگاه و مقام نمی خواهد و تاکید کرد که نباید اشتباهات تاریخی تکرار شود. او درباره حکومت قبلی نیز اظهار داشت چیزی به نام نظام جمهوری اسلامی آقای اشرف غنی که رفته وجود ندارد. آقای مسعود تاکید می کند که طالبان از او خواستند که بیعت کند و به آنها بپیوندد، اما او می گوید خواسته ما کلان و به خاطر کل افغانستان هست. باور ما این است که ساختار حکومت به گونه باشد که همه مردم افغانستان خود را در آن
ببینند. در همین حال یک هیئت 11 نفری از پنشیر امروز به کابل می آید. شمس الدین حامد یک عضو گروه مقاومت ضد طالبان در ولایت پنشیر امروز چهارشنبه 25 آگست بر رادیوی آزادی گفت هیئت امروز به کابل خواهد رسید. ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان دیروز گفت که تلاش ها برای رسیدن به یک توافق از راه گفتگو جریان دارد. احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود قمندان پیشین ضد طالبان گفته است که خواهان تشکیل حکومت فراگیر است، اما با گفته او اگر طالبان بر پنشیر حمله کنند مقاومت خواهند کرد. این در حالی است که گروه طالبان به تازگی گفت که صدها جنگجویشان به سوی پنشیر رفته اند. طالبان تقریبا تمامی افغانستان بجز از ولایت پنشیر را تصرف کرده اند. در همین حال پنشیر مشکل کوچک نیست، سوال و بود نبود افغانستان است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در کابل گفت مشکل پنشیر حل می شود و این یک مشکل کوچک است. پنشیر علاوه بر استرداد آزادی کشور از لشکر راهبردی پاکستان، چین تاکید بر نجات دست آوردهای مثبت و تاریخی مردم در تحولات 20 سال اخیر دارد. طالب این دست آوردها را عادتهای دوره اشغال می نامد. احمد مسعود بیش از این دگرگونی ها پیوسته تکرار کرده است که برای حفاظت از دست آوردهای ارزشناک مدنی، اجتماعی و فرهنگی طی 20 سال اخیر حاضر استیم 100 سال دیگر بجنگیم. آینده را هیچ کسی نمی داند. پیچ و پهلوهای جنگ در محاسبه و پیش بینی نمی آید، اما یک چیز را همه می دانند که مقاومت ملی امری آخرالزمانی هست. لاپوشانی محزله پنشیر در جایگاه سنگر بقای افغانستان و آزادی و تنزل دادن آن به یک مشکل کوچک از عمق اهداف رو نشده طالب به شمار می رود. طالب دل لرزه و ناامید است. کشوری را با تمام امیدهایش بلعیدن و هضم کردن. پس توان طالب بالاست. پنشیر در نبرد تاریخی برای نجات مدنیت افغانستان در هم نخواهد شکست. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید.